مخالفت آیت الله قزوینی با امام باقر علیه السلام. آیا علی علیه السلامی که در آیه مباهله نفس پیغمبر و به منزله پیغمبر شمرده شده، پیغمبر از حضرت عیسی قطعاً افضل از علی هم که به منزله پیغمبر هم از عیسی افضله؟ بابا این عیسایی که وقتی میاد میگه اینی ادره الاکما اینی احیل موتا، من مرده زنده می کنم، آیا نستجیر بالله حضرت عیسایی که میگه من مرده زنده می کنم کار کفر و شرک انجام میدیم؟ من از گل به صورت پرنده درست می کنم و در او پود می کنم و یکون تگرم، ولیکن همه اینها دیگه بإذن الله. اگر امیر المؤمنین یا امام حسن، حضرت زهرا، آقا قمر بنی هاشم، آقا علی بن مترضا اگر حوائجی برای مردم برآورده می کنن، مشکل مردم را حل می کنن، اینها که اذن الله و به قدرتهی هست. ولی اگر کسی معتقد باشه امیر المؤمنین بدون استناد به خدا، بدون اذن خدا و بدون استفاده از حول قوه الهی نستجیر بالله یک حرکتی انجام میدهد، این کفر شرک و ارتداد است. جناب آیت الله قزوینی مبارکتان باد، شما هم که علی ابن ابی طالب را از عیسی علیه السلام افضل می دانید، شما عالم ترید یا امام محمد باقر علیه السلام؟ محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329 هجری در اصول کافی از هشام احول نقل می کند که از امام باقر پرسید فدایت شوم، شما افضل هستید یا انبیا؟ فرمود بلی الانبیا، بلکه انبیا افضل هستند. و مجلسی این روایت را صحیح دانسته و گفته مانند صحیح قابل اعتماد است. و علامه محمد حسین کاشف الغطا می گوید امام در کمالات پایین تر از نبی و مافوق سایر بشر است. جناب آیت الله قزوینی و به تعبیر بعضی شاگردانتان شیخ مفید زمان، حالا نمی دانیم سخن شما درست است یا روایت صحیح اصول کافی و کلام به ادعای شما امام معصوم حضرت باقر علیه السلام و سخن علامه کاشف الغطا. آیا چون این عقیده باطلی یعنی برتر دانستن علی و فرزندان گرامیش بر پیامبران اولوالعزم الهی مخالفت با اهل بیت و به خصوص امام باقر علیه السلام محسوب نمی شود که صراحتاً فرموده اند پیامبران از آنان افضل و برتر هستند؟ قضاوت را به مسلمانان و شیعیان دوستدار اهل بیت واگذار می کنیم. الله تعالی می فرماید و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را نیز هدایت نمودیم و هر کدام از اینان را بر جهانیان برتری دادیم. و اما این که حضرت عیسی مرده زنده می کرد، خب معجزه ایشان بود. وانگهی حضرات علی و حسن و زهرا و قمر بنی هاشم و علی ابن مسرزا واقعا حوائجی برای مردم برآورده کرده اند، مشکلی حل کرده اند. اگر حل کرده اند و می کنند، پس این همه بیمارستان و دارو و پزشک چرا؟ لااقل مشکل اقتصادی و تورم و بیکاری مردم را بفرمایید حل کنند. و به راستی اگر ائمه شفا می دهند، چرا جناب آیت الله سیستانی بزرگترین مرجع علمی شیعیان جهان در عصر حاضر برای معالجه همیشه لندن تشریف می برند؟ و سایر علما و مراجع شیعه چرا عوض بیمارستان به مزار ائمه مراجعه نمی کنند؟